امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. تابوت‌های مرگ، کندن قبر، قفسه‌های آهنی و قرنطینه که توسط زندانبانانی مثل حاج داوود رحمانی برای اعترافگیری و توابسازی زندانیان سیاسی در زندان‌ها اعمال می‌شد، در خاطرات زندانیان سیاسی در دهه 60 به کرات دیده می‌شوند. خوشبینانه است اگه بر این باور باشیم که شکنجه های قرون وسطایی که بر زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران اعمال می شد الان دیگه تکرار نمی شه و وضعیت بهتر شد. عنوان زندان سیاسی به خودی خود با حقوق اولیه بشر در تناقضه، یعنی اینکه یک شخص فقط به دلیل تفاوت دیدگاهش با حکومت به زندان می افته. با این حال وقتی خاطرات زندانیان سیاسی رو در 43 سال اخیر مرور می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این بیگناهان زندانی حتی از حد اقل حقوق یک زندانی هم برخوردار نبودند. حتی حقوقی که در قوانین جمهوری اسلامی هم برای یک زندانی در نظر گرفته شده. طبق توافق ژنو سازمان ملل در سال 1955 میلادی، برای رعایت کرامت زندانی‌ها باید به تفاوت‌ها و مواردی مثل نوع جرم و اتهام، جنسیت، سن و همینطور وضعیت سلامت اونها توجه کرد و اصل تفکیک جرایم را برای همه زندانی‌ها رعایت کرد. در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هم در بند 69 به تفکیک و طبقه بندی زندانی‌ها بر اساس همین موارد یاد شده اشاره شده. با وجود این، طبقه بندی و اصل تفکیک نه تنها در زندان‌های ایران رعایت نمی‌شه، بلکه جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن آمدانه این اصل به صورت کاملاً سیستماتیک و سازمانیافته به دنبال آزار و اذیت بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی و از این حربه برای ترسوندن، تحت فشار گذاشتن و فرسوده کردن فعالان سیاسی و مدنی و خانواده‌هاشون استفاده می‌کنه. مشخصاً بند الف ماده 6 قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی هم اینه: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی. با این همه در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در بسیاری مواقع در کنار زندانیانی با جرایم خطرناک قرار می‌گیرند که معمولاً به دلیل وجود تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی هیچ سنخیتی با اونها ندارن و حتی گاهی مسئولان زندان اونها را علیه زندانیان سیاسی تحریک می‌کنن و برای ایجاد فشار مضاعف علیه زندانیان سیاسی از این موضوع استفاده می‌کنن. گزارش‌های دردناک بسیاری از عدم اجرای اصل تفکیک جرائم وجود داره. شاید یکی از دردناکترین اونها قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی باشه که برای اعمال همین اصل تفکیک جرایم دست به اعتصاب قضا زده بود. علیرضا در شامگاه 20 خرداد سال 98 توسط دو نفر از زندانیان جرایم کیفری خطرناک در زندان فشافویه یا همون زندان تهران بزرگ با ضربات چاقو به قتل رسید. قاتلان اون به جرم قتل عمد و نگهداری و فروش مواد مخدر زندانی بوده. سیدی نصیری یکی دیگه از زندانیان سیاسی بود که به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی زندانی شده بود. وحید هم به خاطر عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و در اعتراض به محل نگهداریش در بند زندانیان جرایم کیفری خطرناک اعتصاب قضا کرد و در نهایت بعد از 2 ماه اعتصاب قضا و بی‌اعتنایی مسئولان به خواست و حق قانونیش به دلیل صدمات جسمی ناشی از اعتصاب قضا در بیمارستان بهشتی قم جان عزیز خودش رو از دست داد. در حال حاضر بسیاری از زندانیان سیاسی، چه زن و چه مرد، برای اعمال اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب قضا می‌زنند. خواسته ی اولیه اونها جداسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندانیان متهم به جرائم سنگینه.
اون هم طبق قوانین موجود جمهوری اسلامی. عصر اطلاعات، اذهان عمومی و توجه نهادهای حقوق بشری، شیوه و نوع شکنجه ها رو توسط نهادهای امنیتی و شکنجه‌گرها و زندانبانها تغییر داده. یکی از این تغییرات اعمال فشار، آزار و اذیت و حتی سوء قصد جانی به زندانیان سیاسی به طور غیر مستقیمه. این یعنی ایجاد زندان در زندان برای زندانی‌های سیاسی عقیدتی و سوء استفاده از سایر زندانیان از جمله زندانیان جرایم خطرناک که دانسته یا نادانسته بازیچه جمهوری اسلامی میشن. در همین وضعیته که حتی اعدام‌های پرسر و صدا رفته رفته جای خودشون رو به قتل و یا به اصطلاح خودکشی‌های مرموز در زندان میدن. شما عزیزان میتونید موضوعهای پیشنهادیتون رو در قالب مقاله، عکس، صدا یا ویدیو برای ادمین‌های آموزشکده توانا در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر یا به ایمیل ما یعنی tu@tavana.org ارسال کنید. اگه هم دوست داشتین زوم با هر اسمی که شما بگید، چه مستعار چه حقیقی، ازتون به عنوان منبع نام میبره. بذارین به گوش برسه.